توی این ویدیو قراره بریم با هم ساده ترین پاوربانک جهان رو بسازیم. حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید، چون این آموزش خفن رو هیچ جا ندیدید. فقط با 5000 تومن تا 8000 تومن یه پاوربانک خفن رو بسازید. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. یه ویدیو جدید دیگه خیلی خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو همینطور که از کاورش و اولش دیدید قراره بریم با هم یه پاور بانک خیلی خفن، این ساده ترین پاور بانک جهان رو با هزینه 5 تا 10000 تومان بسازیم. حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. چند تا نکته آخر مهم بهتون میگم که برای کار کردنش لازمه، حتما تا آخر همراه باشید. و اگه وقت ندارید این آموزش رو ببینید، همین الان از این گوشه این دکمه سیو رو بکوبید تا بعدا بیاین این آموزش رو ببینید و گمش نکنید. و حتی اگه لازم هم ندارید حتما سیو کنید، چون یه روزی مطمئنم لازمتون میشه و دیگه این پست رو پیدا نمی‌کنید، باید بین ساعت‌ها دنبالش بگردید. حتما سیو بشه. خب و دوباره به کوری روی صفحه تا این ویدیو لایک بشه و برو بریم سراغ آموزش. و سری که لازم داریم برای ساختنش یه دونه رگولاتور 7805، یه دونه مقاومت 220، یه دونه LED هر رنگی که دوست داریم، یه دونه سربات کتابی، یه دونه باتری کتابی و یه دونه جایگاه USB. همین بسه. در اول قدم کار رگولاتور 7805 رو میاریم، پایه‌هاشو باز میکنیم و سر تختش رو رو به بالا قرار میدیم. پایه‌هاشو قلمدود میکنیم. بعد از قلمدود کردن پایه‌های رگولاتورتون، این جایگاه USB تون رو بیاری، این دو تا پایه‌ها، این پایه و این پایه. پایه بدنه رو نمیگم، اینا نه. این پایه و این پایه رو به سر جایگاه به پایین باشه و این دو تا پایه رو اینو این پایه رو به اینجا و این پایه رو به اینجا. مقاومت 220 اوممون رو میاریم و به این پایه دهیم کنیم. بعد از زنگ کردن مقاومت LEDمون رو میاریم و پایه مثبتش رو به این ور و پایه منفیش رو به اینجا لعیم کنیم. به همین صورت که دارید میدید. مدار خیلی ساده ای هستش و مشکلی هم نداره. شما تیکش هم توی استوری میذارم، حتما دنبال کنید. بعد از بس کردن مقاومت به LEDمون دقت هم داشته باشین مثبت منفی درست داشته باشین، وگرنه LED روشن نمیشه. سر باتری کتابینو برمی‌داریم، مثبتش رو به قبل مقاومت و منفیش رو به این پایه LED لعیم کنیم. بعد از بس کردن مثبت و منفی حالا دیگه کار در اومده، فقط میونه تستش. اما قبل تستش خوشحال میشم اگه هنوز پیج ما رو فالو نکردید اون بالا بکوبید دکمه فالو رو و اگه از هشتگ اسمون میونه پیج ما رو فالو کنی حتما نظرتو بنویسی برامون و دوباره بکوبید روی صفحه تا ویدیو لایک بشه، سیو یاد نه برای دوستانتون هم برسه تا اونم از یادش خفن. دمتون گرم. بریم سراغ تستش. برای تستش این باتری کتابی لازم داریم یه ولتاژ 9 ولت که همون باتری کتابی خود. و میبینید چراغ پاور بانک هم روشن شده، من لامپ رو خاموش بکنم. میبینید؟ بریم برای تستش. خب میبینید که موبایل روشن شده و در حال شارژ شده. دوستان یه نکته بگم، شاید الان خیلی‌ها بیان کامنت بذارید که این پاور بانک گوشی رو خراب میکنه، مشکل داره. نه، خواهشم وقتی اطلاعات کافی ندارید هیچ وقت نظر بیخود ندید. ما IC که تو اینجا استفاده کردیم IC 7805 و یک رگولاتوری هستش که ولتاژ 12.9 ولت رو به 5 ولت تبدیل میکنه، پس هیچ مشکلی نخواهد داشت. میبینیدم که داره گوشی شارژ میکنه، بیارم بالا و مشکلی نداره. پس از لحاظ خطر برای باتری گوشی یا آسیب زدن به گوشی خیالتون راحت بشه. من الان ولتاژ اندازه میگیرم که ببینید. تا ولتاژ براتون اندازه بگیرم تا مشکلی نداشته. خب روی رنج قرار میدیم. الان اینو وصل کنم روشن. تو اینجا اندازه بگیریم ببینید. الان ولتاژ باتری اندازه میگیریم ببینیم چقدر. میبینید که نزدیک های تقریبا 8 ولت داره. این باتری من یه ذره خالی شد. حالا میذاریم زیر بار و خروجی رو میگیریم که این دو تا پایه میشه که وصل کردیم. میبینید که ولتاژ ثابت 5 ولت رو در خروجی داره. پس از لحاظ خطر برای گوشی ما هیچ مشکلی نداره دوستان. این همین نکته بود که لازم داشتم بهتون بگم. اگر زیاد استفاده میکنید حتما یک تستینگ براش قرار بدید تا مشکلی پیش نیاد و میتونید از یک به اصطلاح باتری کتابی شارژی استفاده کنید تا وقتی تمیشن مشکلی نداشته باشه و اینکه میتونم LED رو قرار ندید. این بود از کل این ویدیو. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، حتما نظرتون رو بنویسید، برای دوستانتون بفرستید و فالو فراموش نشه، سیو هم بکنید و تا یه لایک هم فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگر بدرود.